به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. فروپاشی تیم ملی فوتبال افغانستان. چهره های مطرح از ادامه بازی انصراف دادند. شماری از اعضای بازیکنان ملی فوتبال افغانستان روز سه‌شنبه با انتشار اطلاعی در فضای مجازی مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان را به فساد متهم کردند و گفتند از بازی در این تیم کنارگیری می کنند. فیصل شایسته، فرشاد نور، نجم حیدری، امید پوپلزی، ذوالفقار نظری، حسین زمانی، جبار شرزه، امید موسوی، یما شیرزاد، توفاق اسکندری، مازیار کوهیار و عمران حیدری در متن مشترکی که در صفحه فیسبوک خود منتشر کردند مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان را متهم کردند که پول این فدراسیون را به جای هزینه کردن روی ورزشکاران و تقویت ورزش به جیب زدند. متن مشترک این بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان با عنوان تجارت فدراسیون فوتبال روی تیم ملی منتشر شد و در آن آمده است: ما بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان به اطلاع می رسانیم که دیگر حاضر نیستیم با نهادی که آلوده به فساد باشد همکاری کنیم. در این متن مشترک آمده است که مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان از پول بلیط‌هایی که برای رفت و برگشت بازیکنان تیم ملی در نظر گرفته شده استفاده شخصی می کنند. بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان همچنین این فدراسیون را متهم کردند که یک بار محل بازی های خانگی را از شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان به عربستان سعودی تغییر داده است. در متن منتشر شده از سوی بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان آمده است که تغییر مکان بازی به این دلیل بود که مسئولان فدراسیون سعی داشتند از دولت عربستان پول بیشتری دریافت کنند. در متن منتشر شده اعضای تیم فوتبال افغانستان از یوسف کارگر، بهرام صدیقی و اعضای کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال افغانستان به عنوان افراد نام برده شده است که در سوی استفاده از بودجه این فدراسیون نقش دارند. در بخش دیگری از این متن آمده است: مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان هدیه $30,000 فدراسیون فوتبال عربستان سعودی را میان خود و اعضای تیم ملی تقسیم کردند. اعضای تیم ملی فوتبال گفتند که تعداد زیادی از کارمندان فدراسیون فوتبال ماهاست که حقوق خود را دریافت نکردند، در حالی که اعضای فدراسیون پولهای به دست آمده را همیشه بین خود تقسیم می کنند. متن اعتراضی و خبر کنارگیری چهره های مطرح تیم ملی فوتبال افغانستان از بازی در این تیم در حال منتشر شد که تیم کرکت افغانستان پس از حدود 11 سال تیم کرکت پاکستان را در جام جهانی کرکت که در هند برگزار شد شکست داد. این پیروزی باعث شد بسیاری از شهروندان افغانستان دوشنبه شب در شهرها بر رقص و پایکوبی بپردازند. در این حال کاربران افغان در شبکه های اجتماعی از مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان خواستند که از فروپاشی تیم فوتبال جلوگیری کنند و با شناسایی و مجازات عناصر فاسد در این فدراسیون چهره های مطرح فوتبال افغانستان را دوباره به این تیم جذب کند. امید پوپلزی از بازیکنان تیم ملی در مطلبی که در فیسبوک نشر شد به صورت مشخص از یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال به عنوان بزرگترین خائن یاد کرد و از طالبان خواست او را ممنوع الخروج کند و مورد تحقیق قرار دهد. پوپلزی گفت که به زودی اسناد بیشتری را در مورد فساد مسئولان فدراسیون به ویژه نقش یوسف کارگر در این فساد افشا خواهد کرد. هنوز مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنین مقام‌های رژیم طالبان در مورد کنارگیری اعضای تیم فوتبال افغانستان و اتهام وارد شده به مسئولان فدراسیون اظهار نظر نکردند. با بازگشت طالبان به قدرت تیم ملی فوتبال زنان افغانستان منحل شد و اعضای این تیم به خارج از افغانستان پناه بردن، اما تیم ملی فوتبال مردان به فعالیت خود ادامه داد. هرچند بیشتر اعضای این تیم در بیرون از افغانستانند و در مسابقات از کشورهای مختلف شرکت می کنند، اما تیم حضور خود را در مسابقات در دو سال گذشته حفظ کرده است. دستگیری یک بزرگ قومی در استان پنجشیر. در ادامه دستگیری های افراد از سوی گروه طالبان در استانهای مختلف افغانستان، این بار منابع محلی در پنجشیر گفتند که این گروه یک بزرگ قومی را در این استان بازداشت کرد. منابع از این فرد به نام شیر محمد سعیدی
یاد کرده و گفته است که سعیدی روز دوشنبه در دره عبدالاخیل از مربوطات شهرستان دره استان پنچیر بازداشت شده است. منابع همچنان گفتند شیر محمد نماینده روستای نعمت الاخیل در شهرستان دره است. منابع افزودند با وجود اینکه سعیدی با هیچ گروهی در تماس نبود، اما این گروه را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی دستگیر کردند. قابل ذکر است که گروه طالبان سال گذشته برادر سعیدی را بازداشت و سپس به قتل رساندند. از سوی دیگر وزارت معدن و پترولیم طالبان اعلام کرده است 3342 قیراط از زمرد استخراج شده از پنچیر را به قیمت 827200 دلار آمریکایی به فروش رسانده است. این وزارت روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه در اکس نوشته است که این مقدار زمرد از طریق مزایده و نظر به شفافیت و کریستال بندی به فروش رفته است. بر اساس اعلامیه این وزارت در این مزایده فردی به نام محمد حامد با پرداخت 4000 دلار 60 قیراط و با پرداخت 15000 دلار دیگر 841 قیراط زمرد خریده است. ریاست ساعت عامه پنچیر تحت مدیریت طالبان اعلام کرده است که طی 6 ماه اخیر حدود 1800 کودک مبتلا به سوی تغذیه شدید در این ولایت ثبت شده است. به گفته این ریاست کودکان بیمار عمدتاً زیر سن 5 سال هستند. ریاست ساعت عامه پنچیر گفته که شماری از کودکان مبتلا به سوی تغذیه در شفاخانه روخه و شفاخانه امرجنسی پنچیر تحت مراقبت هستند. این ریاست افزوده است که امکانات کافی در اختیار ندارد. این در حالی است که دلیل سوی تغذیه کودکان فقر و عدم دسترسی خانواده ها به غذای کافی دانسته می شود. جهنم طالبان در دو سال حاکمیت افغانستان بدترین کشور جهان برای زنان. گزارش جدیدی که توسط اینستیتوت جورج تاون برای زنان صلح و امنیت منتشر شد، افغانستان را بدترین کشور برای زنان در میان 177 کشور جهان ارزیابی کرد. این گزارش در انتهای تحقیقی که توسط مرکز تحقیقات صلح اسلو و بر اساس 13 شاخص مختلف از جمله آموزش، اشتغال، قوانین و خشونت هدفمند در کشور انجام گرفته بود منتشر کرد. در کشورها انجام گرفته بود منتشر شد. در این گزارش افغانستان با کسب امتیاز 0.28 در رده 188 و آخر قرار گرفت. آلترای گسید رئیس مرکز تحقیقات صلح اسلو وضعیت زنان در افغانستان را ناگوار توصیف کرد. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.